دولت عراق سخنان ژنرال ریموند اودیرنو رئیس ستاد ارتش آمریکا درباره آینده عراق را غیر مسئولانه توصیف کرده است. ژنرال اودیرنو که قرار است فردا به طور رسمی بازنشسته شود، تنها راه حل احتمالی پایان بحران در عراق را تجزیه آن کشور دانسته. از سوی دیگر صبح امروز انفجار مهیبی در شهرک صدر بغداد 76 کشته و 200 زخمی بر جای گذاشت. گروه موسوم به دولت اسلامی داعش مسئولیت انفجار را بر عهده گرفته است. برای بررسی بیشتر این تحولات گفتگو می‌کنیم با علی جوانمردی که از اربیل عراق با ما هستند. علی، دولت عراق چرا نسبت به صحبت‌های رئیس ستاد ارتش آمریکا واکنش نشون داده؟ امروز دفتر حیدر عبادی نخست وزیر عراق یک روز پس از سخنان ژنرال اودیرنو بیانیه صادر کرده. در اون بیانیه سخنان ژنرال ریموند اودیرنو رئیس ستاد ارتش آمریکا رو غیر مسئولانه توصیف کرده و گفته که این سخنان ناشی از عدم شناخت واقعیات عراق. عراقی ها میهن خود رو دوست دارن، از اون دفاع میکنن، در صدد اجرای اصلاحات بزرگی هستند و در جنگ علیه داعش هم پیروز خواهند شد. ژنرال اودیرنو رئیس ستاد ارتش آمریکا که خود هم گفتی قرار فردا بازنشسته بشه، در آخرین کنفرانس مطبوعاتیش در پنتاگون دیروز درباره عراق صحبت کرد، تحلیل خودش رو بیان کرد و گفت که جنگش یا شکاف بین شیعه و سنی هر روز بیشتر میشه و شاید تجزیه عراق تنها راه حل احتمالی پایان دادن به بحران قومی مذهبی در اون کشور باشه. ژنرال اودیرنو همچنین خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق رو نادرست توصیف کرد. پیشنهاداتی رو به دولت باراک اوباما مطرح کرد، از جمله لزوم اعزام نیرو برای کمک به از بین بردن و نابودی داعش و همچنین این مسئله رو هم عنوان کرد که شکافی که در بین تشکیل دهندگان عراق ایجاد شده به نظر نمی‌رسه که بدین زودی به پایان برسه و داعش هم که وارد عراق شد مسئله اصلیش ناشی از همین اختلافات سیاسی و شکاف بین تشکیل دهندگان عراق بود. علی، امروز هم انفجاری در محله شیعه نشین بغداد رخ داد. چه جزئیات بیشتری داریم در این باره و اینکه چرا نیروهای امنیتی عراق، علی، تا این حد ناتوان هستند در جلوگیری از انفجارهای تروریستی؟ همیشه الناز میدونی بغداد همیشه انفجارهایی بوده در اونجا، ولی این انفجار بزرگترین انفجاری هست دست کم از زمانی که حیدر عبادی نخست وزیر عراق کمتر از یک سال گذشته نخست وزیر شده پس از حمله داعش و اتفاقات بعد از اون. در واقع صبح امروز یک کامیون حامل کانتینر سرد کننده، یخچال سرد کننده، از ایست بازرسی های متعددی گذشته تا به شهرک سرد و علوه جمیله، یکی از پر رفت و آمدترین میدان های شهرک صدر رسیده که شیعه نشین هست، اونجا منفجر شده و این تعداد تلفات انسانی رو به بار آورده. پس از اون تظاهراتی در همون محل شروع شد، شهروندان شیعه خواستار در واقع بر کناری مسئولان امنیتی کشور شدند و دولت مستقیما عبادی رو متهم کردند به سهل‌انگاری در این زمینه. در واقع دو مسئله اساسی است، یکیش مسئله فساد در این کشور، دومی مسئله اختلافات سیاسی و گروه‌های متعددی که هر کدوم برای خودشون رئیسی هستند و حوزه اختیارات مشخصی دارند شده. در واقع شما اگر در بغداد باشید ببینید که در هر 200-300 متر یک ایست بازرسی هست و بعید به نظر میرسه که یک کامیون بزرگ پر از مواد منفجره بدون همدستی با نیروهای امنیتی بتونه یا بدون رشوه دادن بتونه از این همه ایست بازرسی بگذره و چنین تلفات انسانی مهیبی رو به بار بیاره.